سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با یه بیوگرافی دیگه. امروز اومدیم با بیوگرافی رضا شفیعی جم، یکی از بازیگرای کمدی و نقاش هم هست. اگه میخواین بیوگرافیشو بدونید با من همراه بشید. پس بی وقت بریم سراغ ویدیو. رضا شفیعی جم، متولد 9 تیر سال 1350 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. دانش آموخته رشته گرافیک میباشد که از مسیر نقاشی و تابلو کشیدن در 16 سالگی وارد عرصه بازیگری شد و تجربه یک زندگی زناشویی ناموفق را هم دارد. پدرش بازنشسته ارتش و اصالتا تهرانی و مادر مرحومش معلم و اصالتا کرد کرمانشاه بود. یک برادر بزرگتر و یک خواهر کوچکتر از خود دارد. مادرش متأسفانه چندین سال پیش به خاطر ابتلا به سرطان درگذشت. کار هنری را با نقاشی و کشیدن تابلو از چهره شروع کرد و از دوران مدرسه تقلید صدا می کرد و همین زمینه کاری هنری او را برای آینده فراهم کرد. در زمان سربازی در مهد کودک وابسته به سپاه معلم نقاشی بود، اما مدتی بعد به علت پرکار بودن تیروئید و مشکلات سخت بیماری از خدمت معاف شد. فعالیت خود را با تئاتر از سال 1364 وقتی 16 ساله بود شروع کرد و از همین طریق با رضا عطاران آشنا شد. او سپس سال 1369 نقش کوتاهی را با فیلم دو همسفر به کارگردانی اصغر هاشمی در کنار هما روستا، ثریا حکمت و جمشید اسماعیل خانی تجربه کرد. در سال 1370 که 20 سالش بود با معرفی رضا عطاران وارد مجموعه ساعت خوش مهران مدیر شد و علاوه بر بازیگری نویسندگی بخشی از کار را نیز بر عهده گرفت. شهرت او اما بیشتر با نقش بامشاد در سریال نقطه چین سال 82 شروع شد و با سریال‌های جزیره بزرگ و شب‌های برره نیز خوش درخشید. رضا شفیعی جم سال‌ها پیش ازدواج کرد، اما این رابطه در نهایت به طلاق ختم شد. او مجبور شد تمام درآمد 20 ساله و خانه پدری خود را برای مهریه همسرش بفروشد. مدتی شایع شده بود ماهایا پتورسیان همسر رضا شفیعی جم است. این شایعه در نهایت با انتشار عکس همسر سابق خانم بازیگر به فراموشی رفت. من کلن ماشین ندارم و اصلا تا به حال ماشین نداشتم چون گواهینامه ندارم. یک واقعیت بگویم که من هیچگاه با مهران مدیری رفیق نبودم، معمولا با عنوان یک همکار در کنار ایشان بودم. باور کنید من هنوز نمیدانم خانه ایشان کجاست و شمارهش چند است. دوران قرنطینه 95% خانه بودم، نقاشی کشیدم و سریال‌های اینترنتی را تماشا کردم. همه این مدت را خانه بودم. صادقانه بگویم آدم همیشه دوست دارد با جفت خودش تنها باشد، ولی ما فعلا جفتی نداریم. تدریس نقاشی میکنم و تابلو میکشم، هرچند خیلی ادعا ندارم چون معتقدم آدم نمیتواند چند هندوانه را با هم بردارد و چند کار را حرفه‌ای انجام دهد. موسیقی را بسیار زیاد دوست دارم و بسیار به آن علاقه‌مند هستم. بیشتر موسیقی‌های کلاسیک مثل موزارت و اپرا و بیکلام را می‌شنوم. کارهای یک سری از گروه‌های اروپایی و آمریکایی که خیلی فاز مثبت و قشنگ دارند را هم میپسندم. دوست دارم خوانندگی را هم تجربه کنم، ولی در سطح کلاسیک و اپرا دوست دارم در ارکستر سمفونیک بخونم. من یک کار به اسم وفا 2012 و چند کار دیگر رو هم با هزینه خودم ساختم و چند جا هم بردم که همان را کپی و خودشان پخش کردند. شماره تلفنی که در گوشیم وقتی میبینم خوشحال میشوم. همکارم بوده که دوست داشتم با ایشان ازدواج کنم. البته نمیتوانم اسمش را بگویم چون ایشان ازدواج کردند، زندگی تشکیل دادند و قسمت نشد. خیلی ممکن ویدیو رو دیدین. اگه از اینجور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین که هر ویدیو باشتم بفهمین و اینستاگرام منم بالای صفحه هست، اونم میتونید فالو کنید. بغلش هم تلگرام، اونم میتونید دنبال کنید. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.